خوش آمدید به برنامه فیس تو فیس. من حسین مجید هستم. عزیزم قاسمی، درسته؟ بله. یعنی واقعا خودتونی؟ خودش. قیافه تقریبا یه ذره همون شبیه فرق کرده. بله دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید. خوش آمدید که واقعا چیزی خوش آمد گفتن نداره اصلا الان در این دورانی که واقعا همه ما تحت تاثیر آزادی آینده و آینده ایران هستیم. و درود فرامون میفرستیم آقای امیر قاسمی، اولا به شما و ممنون که تلویزیون تپش رو نگاه میکنید، به تمام آزادیخواهانی که در ایران دارن جونشون رو گذاشتن کف دستشون، در خیابان ها هستن و ایرانیان سراسر دنیا، درود فرامون. همچنین به همتانا. ببین روزهای زیبایی رو داریم تجربه میکنیم، به خصوص در خارج از کشور. به نظر من این همبستگی، این همرنگی شکل و فرم زیبایی رو الان داره به خودش میبینه. اصلا واقعا من تو عمرم کسی همچین همبستگیه برای ایرانیان خارج از کشور، نزدیک به 2 میلیون نفر در سراسر دنیا اومدن بیرون. چند روز پیش من در اورنج کانتی بودم، هفته پیش در بیورلی هیلز بودیم، در لس آنجلس بودیم. این حرکت، این جوانانی که من دیگه الان شدم عضو رسمیه، عضو رسمیه تظاهرات شدم و این جوانانی که اصلا شاید پاشونم به ایران نذاشتن، این چنان هوار میزنن، داد میزنن، شعارهای مختلف میدن. در موردش حالا صحبت میکنیم، بیشتر اتفاقاتی که در تظاهرات هست، نظرات مردم و دیگر مسائل هم در موردش صحبت خواهیم کرد. حتما. ببین یه مسئله که وجود داره اینجا، فقط دیدن این نسل جوانی که حضور پیدا میکنن، امیدوار هستم که در هر گردهمایی یا هر تظاهراتی که صورت میگیره خط مشخص باشه و خط اون کسی که هماهنگی میکنه و بعد اون کسی که میکروفون یا اون بلندگو رو در دست میگیره، اون نقش موثری داره. آقای امیر قاسمی، من بزنید یه سری بگم، تمام تظاهرات که من رفتم یک خط داشتند، هیچ نه پرچم دیگری هست. حالا پرچم که نشانه یه حرکت و شوق علاقه است، چیز دیگری نیست. تمام صحبتایی که بچه‌ها در ایران میکنن و اینجا دوباره اینها دوباره ادامه میدن و همونا رو تکرار میکنن. و بهتون بگم در اورنج کانتی یک گروه بسیار عالی ارگانایز کرده بودن، خیلی عالی بود. یه مسئله بهتون بگم، اونجا کسانی صحبت کردن، شعار میدادن که با بهترین لهجه های انگلیسی بودن. آفرین. اتفاقا یه آقای امریکایی، پسر جوان امریکایی هم اومده بود، تمرین کرده بود جملات فارسی که اون تو بود و یاد گرفته بود، وسطش بعد اسم یا مثلا بعد میگفت مرگ بر آیت الله، اینو خوب آیت الله رو یاد گرفته بود. نو مور آیت الله، نو مور آیت الله برای ایران. امیدوارم سبزی پلو با ماهی و اینا نه کسی نگفت اصلا. نه یعنی هم چیزا رو اصلا ندیدم. آها. کسی هم اصلا نمیخواد در این مورد صحبت بکنه. اگر شما میبینید وقتی تظاهرات تموم میشه یه گروه چند نفری واسطه کردن، نه اصلا نه. خیلی مؤدبانه. فقط آقایی که اونجا صحبت میکرد که لهجه خوب انگلیسی هم داشت، البته چوری شده بود، مثل تیم ورزشی بود، 10 نفر بودن که جاشون رو به هم دیگه میدادن هر 2-3 دقیقه، برای اینکه گلو اپه میره. بله. واقعا بله. اون سیستمی هم که دارن خوبه، برای اونطوری نیست بلنگوه دیگه در واقع، نه از این نه مگافون نه نه اسپیکرهای بزرگ داشتن. با این حال میکروفون دستشون بود، اونم داشتن، اونو در جمعیت بود ولی اون بالا میکروفون داشتن. ولی با این حال چقدر میتونیم بیارین در یک فضای باز، یک خیابان 4 گوشه که بتونه پیام ها رو بفرسته. در اصل این کارو میکرد، جاهاشون رو عوض میکردن ولی صحبت خیلی خوبی کردن. واقعا گله خودشون هم مردم ایران، که منم گله دارم از مردم ایران. چه؟ برای اینکه ببینید ما 80 خورده جمعیت هستیم، اگه حساب کنید 40 میلیون کسانی که مثلا از سن 20 سال به بالا هستن، ببینید نمیشه که فقط 50,000 نفر هر روز جون خودشون رو بذارن کف خیابون ها، بقیه تو خونه نشستن، نمیان بیرون کمک کنن به بقیه. الان بدین چی میشتن بیارن که تو خونه نشسته تو ایران یه مردی خودت باش بیارید. نه چرا، ببینید بدون دارم میگم، اگر شما در ایران هستید، دوست داری رژیم عوض کنید، دوست داری آینده میخواین، خب انجام بدید. اگه نمیخواین دیگه گریوزاری نداره. موضوع نیستش. ببین موضوع نه، این هفته درست نیستش. موضوع اینه که طرف یه تصویر من دیدم اتفاقا
که خب ما عکسش رو دیده بودیم که یک پسر روی زمین خوابیده و از سرش داره خون میاد، متوجه حالا فکر کنم کشته شده. بعد تصویر ویدیوش رو دیدم من که این ویدیو نشون میده که این داره ایستاده، یه تیری از معلوم نیست از کجا یک تیر غیب میاد میخوره به این آدم، متوجه. من اعتقاد دارم به این عزیزانی که واقعا درود میفرستم به تک تک این کسانی که میرن توی خیابون و جونشون رو کف دستشون میذارن و میرن اونجا. اما یه فکرم این میکنم که یه سری آدم ها هستن که خب بالاخره مادری پدری خودشون موقعیتی که دارن اون شجاعت رو ندارن. من به این باور هستم که در هر جامعه ای، هر جامعه ای انسان‌های شجاع وجود داره، دلیر وجود داره، آدم‌های محافظه‌کار ترسو هم وجود داره. عرض جان 500 هزار نفر وقتی در خیابان، حالا اسمش که هم عوض شده، ولیعصر با اون درخت‌های فرسوده، بله بیان بیرون، کسی قرار نیست جونش رو دست بده اونجا. قبول در دارم اون حرکت توده مردم. ببینید علیرضا درست میگه، خیلی اینه میگن زیاد نه، خیلی میگن خودتون بیاین. ما کجا بیاییم؟ ما داریم اینجا زندگی میکنیم، دارن هر روز جلوی میکروفون دوربین صحبت میکنیم، پای میکروفون صحبت میکنیم، تظاهرات میریم، داد میزنیم، پست میزنیم، همه این کار رو انجام میدیم. خب حالا که شما که ایران هستید، اون کشور شماست، امکان داره ما مثلا ایران نیاییم، هیچ قسمتی از اونجا رو نخواهیم. ولی دیروز یک نفر گفت اینجا ایرانیان چند صد هزار نفری آماده هستن بیان ایران و ایران رو به طرف روزهای خوب حرکت بدن. منتها این اون آقا گفت و از کجا میدونست همه؟ خب صد درصد من میدونم، خیلی میخوام برن ایران. آه نه، اون آقا میگم از کجا میدونست. خب بالاخره اون سخنگوه دیگه. آه اوکی عزیزم، سخنگوه هم دیگه ما داریم حرف بزنه. ما خیلی لغت جالبیه. نه منظورش ما بیام بجنگیم. میگفت که ما میخوایم فردا ایران رو درست کنیم، فردا ایران رو. خب صد درصد من میدونم با این عقاید و فکر و ایده‌های بیزینسی و پولی که مردم از اینجا میتونن ببرن ایران، درسته؟ واقعا حرکت بزرگی شد. من و علیرضا و اینترزی نمیگم بیاین تو ایران برین کشته بشین تو خیابونا. ما داریم میگیم به غیر از بچه‌ها، پدر مادرایی که اون رژیم عوض کردن اینا آوردن، شما هم برین کمک کنین. حالا حتما نباید جنگو، ولی این حرکت چند میلیون نفری، 500 هزار نفری، 1 میلیون نفری، علیرضا خیلی میتونه موثر باشه. 100 درصد ما دیدیم این حرکت رو در زمانی که در 88 ما این مسئله رو دیدیم. و خب یه مقداری الان به نظر من مردم قوی تر هستن و نظام ضعیف تره نسبت به اون زمان، حتی یعنی موقعیت بهتریه. موقعیت بهترم میدونی از کجا اومده؟ اینو قبول کنید از من که ایرانیان خارج از کشور بسیار نقش موثری داشتن توش. چرا؟ بخاطر که ایرانیان خارج از کشور این بار یک صدا از چهره های بزرگ سیاسی، هنری، اجتماعی که ایرانی نیستند دعوت کردند، چالش کردند اونها رو که اونها بیان در این حرکت باشند. بله درسته. زیباترین شعاری که در نه تگه این 40 سال به نظر من در تاریخ ایران وجود داشته یا در تاریخ هر ملتی وجود داشته، زن زندگی آزادیه. بله. تازه بخش دومش من زیاد باش چیز نیستم که مرد میهن آبادی، من همون زن زندگی آزادی خونده بود تو آهنگ. آره نه میفهمم، ولی مرد میهن آبادی خب میگن خب خیلی از مردای ما از بین رفتن. الان میدونین جمعیت بالای 300 نفر کشته شدن، تازه بله. این نمره ای که خودشون دارن بله. میگن 15000 نفر تو زندان ها هستن. باز دوباره اینم ادهی در معرض اعدام هستن. بله. این نماینده هایی که ما انتخاب کردیم، ما یعنی مردم انتخاب کردن. خب اینم بازار صحبته که میگن مردم اینا رو انتخاب نکردن. آره. چون مردم انتخاب نکردن و اینا انتخاب اونو من نمیگم هستن. مجلس نماینده مردمه. بله. حالا امکان داره انتصابی هستن، ولی انتصابی گذاشتن که به مردم کمک کنن، نه اینکه بگین اعدام بکنی. تازه این قسمت هم جالبه که وقتی که این آقای مرتضی محمود بند بالاخره یه نفر پیدا شد یه حرف زد، گفت اونایی که میگن این تظاهر کنندگان و نماینده مجلس اعدام کنن غلط زیادی میکنن. درست گفته. و میکروفونی قطع شد. بله. امضا اعلام کردن که نماینده ها
قتل ملت ایران یا محاربه یا اعدام معترضی، این کجا همخوانی با دستور نظام و ارکان نظام داشت؟ کجا 128 نفر کجا بود توی سر که امضا کرد؟ عزیزان به خاطر خدا همین الان دوربین ها عزیزان تشریف دارن، هر کسی که اومده گفته با معترضین برخورد ارهاب و اعدام و قتل عام و امضا کرده، به خاطر خدا مگه نمیگیم شفافیت؟ همین الان اونی که اینطور خیلی متشکر از برادر عزیزم جناب آقای محمودوند، جناب آقای نادری، آقای نادری بله متشکرم جناب رئیس، تذکر صدقیر اعلام بفرمایید. بله متشکرم، تذکر آقای نامه دستور روز در خدمت جناب آقای محمود احمدی بیغش شماره 246 هستیم. دیویست چهل و شیش روشن بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تذکر بنده طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی. آقای نادری وقت من نگه دارید، آقا وقت رو نگه دارید. خیلی متشکر. آقا میکروفون آیت روشن. آقای احمد بفرمایید. آخه نمیشه صحبت. آقای محمودوند، برادر عزیز جناب آقای دکتر محمودوند، خیلی متشکرم. ببینید باز دوباره ما نشون دادیم چند سال پیش سه تا جوان ایرانی رو که حکم اعدام داشتن با حمایت مردم هشتگ ها بله. با هشتگ ها با حمایت مردم اعدام نشدن، به 5 سال زندان تعویق شد و عوض شد. این خیلی موقعیت خوبی هستش که امروز شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار بسیار مؤثری رو بازی میکنن تا زمانی که نداشتیم اینها رو. بله خیلی خیلی، ولی حتی بعد یه سری هم بگم چون به شبکه اجتماعی و به شماها نمیتونن به هیچ عنوان برچسب بزنن که این آدم ها مال آمریکا هستن، این آدم ها مال عربستان هستن، این رسانه با این رسانه با این گروهه. اون دیگه خود شما هستید، حضور خود شماست که اسم مهسا امینی رو در هشتگ در توییتر چند میلیونیش کردید. این دیگه نمیتونن بگن خب نه این بخاطر یا ایران اینترنشنال عربستان سعودی، این طرح عربستان سعودیه، یا نمیدونم اصلا چه میدونم شبکه دیگری من و تو یا بی بی سی مال انگلستان اون مال آمریکاست، دیگه نمیشه این حرفا رو بزنن. نه حالا من تازه یواشکی میگم، نمیدونم درست میگم یا نه، ولی اینقدر این رژیم ماها رو گول زده، اینقدر تئاترهای مختلف بازی کرده، برای حتی من این صحبتهای این نماینده مجلس هم قبول نمیکنم که میگه غلط کردین که اعدام بکنه. اصلا نمیتونم قبول کنم. یه سری هستن به هر صورت، به هر صورت به این باور هستم و تقاضام از همه مردم هم این هست که در هر سیستمی انسان‌های خوب وجود دارند، هر سیستمی انسان‌های خوب وجود دارند که شاید بتونن به مردم فکر کنن و شاید بتونن نقشی داشته باشن برای مردم. از گورباچف که با دیگه بدتر نبودش دیگه. گورباچف اومد برای مردم دیوار رو آورد پایین. گورباچف اومد سیستم لنینیسم رو به اون شکل، سیستمی که استالین به اون حالت باهاش برخورد میکرد رو اومد و فروپاشی کرد. یه شخصی مثل گورباچوف فکر میکردن که با فشار مردم بله. باشه. نه اون آدم مردم. اون آدم واقعا انسان دوستی هم بود بله. و اون وقت ما به اصطلاح ما یه آدم انسان دوست داشتیم که اومد اصلاحات میخواست انجام بده، مثلا یک رهبر خوبه، یک رئیس جمهور خوبه که واقعا یکی از به نظرم هیچ کاری برای ایران نکرد بجز اینکه یک عده رو به کشتن داد، محمد خاتمی، که تاله الانم میگه طبق گفته خودش براندازی ناممکن
و نامطلوب خواهد شد. بهتر یه کار دیگه بکنید. ببینید این حرف این آدمی که خب در مدت ریاست مشخصه ریاست جمهوری خودش هیچ کاری نکرد، فقط جوانها رو به خطر انداخت. حالا ولی یادتون باشه با آقای خاتمی مشخصه که چه حرفی میزنه، برای خودش میگه اینا نظام موافقت دارن. ایشون چند نگرششون چیز دیگه بود وقتی که ایشون اومدن گفتگوی تمدن ها رو به وجود آوردن یا با کمک یارانشون این حرکت رو به صورت در خارج از کشور به خصوص در آمریکا روش کار کردن و برنامه‌ریزی کردن. این نبودش که بخوان بیان دارن صحبت از این میکنن که باز دوباره هنوز اصلاحات میشه. اما یه مسئله ثابت شده مسئله که ثابت شده اینه که اصلاحات دیگه جواب نمیده. یعنی چه اصلاحاتی با اینا؟ اصلاحات جواب نمیده. در دیگه موقعیت هستیم که اصلاحات هم جواب نمیده. چه اصلاحاتی؟ آقا نمیخوان اینا رو. تموم شد. اون وقت همون حرفی که مردم الان نسبت به نایاک میزنن دیگه. بله. نایاک هم همون مسئله رو داره عنوان میکنه. اصلا صحبتش هم نکنید. ما صحبت امروز این نیست که الان اصلاحات باشه، نه الان دیگه نگرش تمام مردم، یعنی اکثریت مردم، اینطور که خود روزنامه جمهوری اسلامی عنوان میکنه 83% از مردم مخالف هستند. 83% از جمعیت، این خیلی نمره بزرگی ها حسین. بله. به خاطر همین هم باید به این مسئله توجه داشته باشیم. امروز مردم یک نگرش دیگری دارن، دیگه صبرشون پاشیده. آره لبریز شده. ببینید صبح بلند شدم خوشحال با امید و آرزو. خبرشون بودم باهات. با امید و آرزو رسیدم موقع خواب، یه دفعه خبر اومد بیرون از این آقای علیرضا بیرانوند و عده تیم ملی با این کارشون جلوی رئیس جمهور ایران. اینا میان میشونن اینطوری صحبت میکنن، بعد یک سخنرانی هم میکنن، بعد ما امید و آرزمون به این فوتبالیستا بود که این روز سرود رو نخوندن به غیر از دوتاشون. بعدم الان در این میتینگ بعدم میرن، ما دیگه واقعا تمام امیدام نقش برای آب شد. موفق باشید. بازم هنو منتظریم دو سه روز دیگه، چند روز دیگه در بازی اول خودشون با انگلیس که ما اینجا ساعت 5 صبح در امریکا خواهد بود، ببینیم چیکار میکنن. ببین چیزی که هست، منم تصویر دیاوند رو دیدم و این دست رو سینه هرم دیدم. تنها اون نبود، دو سه نفر دیگر هم دیدم. ببین یه مسئله که وجود داره اینه که امروز خط مشخصی هست، سیاه سفید، بدون ما با ما. مردم اینو سوال دارن. بله همین رو میخوام. من تعجبم بودش که چطور آقای رجبی توی این گروه حضور نداشته. چون الان آقای رجبی تو همه شبکه ها داره الان تنها مجری صدا سیما است. تعجبه بودش که تو تیم ملی چه تا حضور نداشتن. صدا سیما 3 مجری داره که کارش مجریگری نیست. ولی اشکال نداره، هیچ چیزی نیست. اینکه گفته بودش که ایشون از کجا آمده مجری شده، اون که مشکلی نیستش. ما تو لس آنجلس یک کسای دیدیم مجری شدن که اصلا باور نکردن. این تو این اتاق نمیگه که خدا رو شکر. نه ولی کلن این تیمی که به قطر اعزام شدهش، بعد دیدم که کیک بزرگی هم گذاشته بودند و
بعد آقای کیروش هم شمشیر به دست بله. کیک بودی میکردند و همه مسائل. این یه خطیه بین مردم امروز، بودن باهاشون یا نبودن، سیاه بودن یا سفید بودن، این مشخص شده امروز، یا هستی یا نیستی. بله. یاد فیلمی میافتم که تام کروز بازی میکرد به نام نایت اند دی، شوالیه و روز در واقع. بله. نایت منظور شوالیه است. گو ویت می ویدات می، با من بدون من. اینم الان درست همون حالتو داره. بله. با مردم بدون مردم. بله. بخونی ببینید چه کامنت هایی گذاشته. اصلا باور نکردنی کامنت های زیره این دورلا شدن بیرانوند، دورلا شدن، تعظیم کردن بازیکنان دیگه، ترس اونها طوری که نشستن اونجا، بعد موافق بودن با این رژیم، بعد رفتن حالا از زیر قرآن رد شدن، چیزی نیست که مثلا جدید باشه. بعد رفتن، حالا باید منتظر اینه با این رویه که من دیدم اینا کاری نخواهند کرد در روی میدان. چیکار باید بکنن؟ همون نخوندن سرود، همون شاید زانو زدن. اولا زانو زدن روی تیم انگلیس آماده باشه این کارو میکنه. من زانو زدن بسیار بسیار دل میخواد و بسیار جرأت میخواد. هر کسی کالن کبرونه نیستش در آمریکا که زانو بزنه اگر... زمانی که در مقابل سیاه ها خواست اعتراض خودش نشون بده. خب آره یه همه مردم امریکا نبودن، اگه همه مردم امریکا تحت ظلم و ستم بودن مثلا نبود، ولی الان اگر مثلا سردار سیاه ها ادامه دادن این حرکت. بله. تا پیروز دادن. شدن. بله. امروز داریم ما پیروزی سیاه پوستا رو در دنیا میبینیم. دو تا فیلمه، خود به دنیای دیگه نگاه کن، دو تا فیلم مطرح پردرآمد هالیوود که رکورد شکن خواهند بود، که اولیش بلک پنتر هستش. بله. دومی بلک ادم. هر دوتاشو نیا کنید، اولیش بلک پنتر، بلک ادم. بله. این دوتا فیلمو شما نیا کنید، در صدر فروش فیلم هاست. داستان بیشتر درباره سیاهه، در رابطه با کرکتر سیاه هستش، و بلک پنتر رکورد یک روزه سینمای آمریکا رو شکوند با 175 میلیون دلار فروش تو یک روز. برای اینکه مردم امریکا کمک کردن، سیاه‌پوستان کمک کردن، زمان مارتین لوتر کینگ نه سوار اتوبوس شدن، نه غذا خریدن، نه سینما رفتن، هیچی استفاده نکردن. تظاهرات بزرگ در این 24، 25، 26 آبان، سال روز کشته شدن 1500 نفر در ایران، امیدوارم ادامه پیدا کنه این چند روز در ایران. ادامه پیدا کنه تصاوبات عمومی. حالا به سری میگن که نمیدونم، حالا ممکنه ما بگیم خط دارید میدید یا هر چیزی، نقش یک رسانه ای هستش. من اینجا میگم توقعتون رو نذارید روی تیم ایران. اتفاقا به حرکت خیلی بهتری هست که امروز کاربران اجتماعی ما در شبکه‌های مختلف بیاید و بازیکن‌ها و تیم‌هایی که در مقابل ایران بازی می‌کنند رو ازشون درخواست داشته باشه. آره اتفاقا علیرضا هر خوبه. خیلی حرکت مهمی‌تره. یه اتفاق داره می‌افته، مسئولان پارلمان انگلیس بله در مورد تیم انگلیس با مربی صحبت کردن، با کاپیتانش صحبت کردن، گفتن شما باید نشون بدید به طریقی طرفدار مردم ایران هستید. حالا امکان داره ها، مطمئن نیستم، چون صحبت شده که تیم ملی انگلیس زمان سرود جمهوری اسلامی اونها زانو بزنند، اونها زانو بزنند. برای اگر سردار آزمون زانو زد، امکان داره بازی آخر ایران اتفاق بیفته، اینا اصلا ایران نمیخواد برگردن، اینا از اونجا میرن که باشگاه خودشون تو آلمان، هر کی هر جای دیگه ای میره. ولی قرار بر این است، من گفتم اون یه قصه دیگه. ولی قصه مهم این استش که شما مردم خیلی راحت میتونید به صفحه دونه دونه بازیکنها و با هشتگ خودتون، با اینکه فری ایران، با هشتگ زن زندگی آزادی به زبان انگلیسی، همون Women Life Freedom، به اون شما میتونید این پیام رو از بازیکنان تیم آمریکا، از بازیکنان تیم ویلز، از بازیکنان تیم انگلستان درخواست بکنید. بله. حالا قرار در ساعت 22 دقیقه
یعنی 22 دقیقه. دقیقه 22. بله در دقیقه 22. بله دقیقه 22. خوشحالم که امروز اومدید. بعد زر یادآوری میکنید. آره خورده بیدارت کرده. آره خوشحالم که امروز اومدی. دفعه بعد احتیاج ندارم البته. میتونی به کارهای دیگه برسی. آره. بعد دقیقه 22 من اینا رو اشتباه میگم ببینم شما حواست هست یا نه. آره گوش میدم یا نه. آره واقعا چیزی که فکر دیگه نکنید. بعد دقیقه 22 قراره یه اتفاقی در استادیوم بیفته، هر بازی که در اونجا هستش قرار اتفاق بیفته، امیدوارم اتفاق بیفته. و سپ بلاتر رئیس فیفا قدیمیه بله. که خیلی معروف بود دیگه بله. مسائل مالی داشت و اختلاس ها و چیز مختلف، دو مسئله اعلام کرد، گفت اشتباه بود ما قطر رو انتخاب کردیم، دو اشتباه بود که تیم ملی ایران رو حذف نکردن از جام جهانی. این سخنان سپ بلاتر فرانسویه که الان هیچ کار هست، الان هیچ کار هست، اگه همه کار بود دهن شما باز نمیکرد، قربونت برم هیچی نمیگفت. ولی باید ببینیم دیگه، ولی امیدوارم یه اتفاق دیگه هم بیفته، ست خانم داور بازی ایران داوری کنن. نمیفته اتفاق، من بازم اونم روش معلوم نیست. ببینید اتفاقا امکان داره به خاطر بانوان ایرانی انجام بدن. بیاین گفتم بازم میگم بساتون، به هیچ عنوان به این شایعات ها و اینها نباشید. به این شایعات ها من یاد یک گروه عزیزانی میفتم که روح همشون شاد، که همشون با همین ترفند ها یا همین طرز فکر ها یکی پس از دیگری از دنیا رفتند و چمدون های خودشون رو همینطور بسته بودن. ببخشید باید اینو معذرت. چرا؟ ما داریم ایده میدیم که بشنون، نه خودمون انجام بدیم. ولی خب الان دارین شما میشنون که اونا نمیشنون. فیفا نمیشنوه. فیفا نمیشنوه. آره بیا واقعیت درباره ایرانی از هموطنان چی میتونیم بخوایم؟ هموطنان یا من و شما چی کار میتونیم بکنیم؟ کار ما این هست که ما بتونیم از تیم هایی که در مقابل ایران قرار میگیرند، از تیم ها این درخواست ها رو بکنیم. فیفا بارها اینو گفتم، شما هم اینو باور دارید، مطمئنن هم باور دارید، فیفا یک سازمان انتفاعیه، یعنی اونا فکر دنبال پولشون هستن. اگر آقای ست بلد دارم این هفته داشت بگو چقدر پول گرفتین که قطر رو انتخاب کردید. ولی اتفاقا امکان داره تیم ویلز، برای اینکه گرت بیل کاپیتان اون تیم میگه در امریکا بازی میکنه. بازی میکنه. الان با ایرانی ها آشناست. میدونه زندگی ایرانی ها. زن زندگی آزادی رو میدونه، که زن زندگی آزادی اتفاقا داشتم تاریخچه زن زندگی آزادی رو نگاه میکردم که شما حتما آشنا هستید. میخوای یه توضیح بدین از کجا شروع شد؟ حدود شاید مثلا بگید سالهای سال پیش زنان کرد سوری و دیگه زنان کرد و کردها اینو این بود. بود. شروین هم همینطور انتخاب نکرد. شروین انتخاب کرد از روی همون زندگی زنهای کرد، زنهایی که در خارج از ایران زندگی میکردن و در داخل ایران زندگی میکردن، به زن زندگی آزادی که همون با ژه ژه نوشته میشد بله. برای خودش بود همیشه بله. بعد یه چیزی که قدمت زیادی داره، 100% همینطوره. دوستان کرد من خیلی به این مسئله، برای همین روز اول فرستاد گفت میدونی از کجا اومده آکام رضایی، برام فرستاد گفت میدونی از کجا اومده بله. گفتم نه، و بعد گفت اینو نگاه کن و بله من اونو نگاه کردم و رضایت بودم.
در این روزهایی که هم آینده ساز برای ایران هست، هم روزهای شاد، غمگین، تأثیر برانگیز. روزی واقعا 15 دفعه ما فقط بغض میکنیم به خدا. در تظاهرات این شعارهایی که میشنویم، پست هایی که میبینیم، فیلم هایی که میبینیم باور نکردیم. ولی دو اتفاق خوب افتاد. یکی میخواین در مورد صدر اعظم آلمان یه صحبتی بکنه آقای امیر؟ بله، صحبت کنید در مورد نگرش صدر اعظم آلمان، نگاهی که حمایت صدر اعظم آلمان و اینکه این مسئله این امروز یا این اتفاقات رو باز دوباره اونها هم به عنوان یک انقلاب ایرانی انتخاب کردن و این اسم رو گذاشتن و همینطور از طرف دیگری صحبت هایی که ایشون نسبت به نگرشش با ایران و تعهدات و یا معاهده هایی که قرار بوده انجام بشه، این نگاه خوبی هستش که میتونه کشورهای دیگه اروپا رو و حتی عضو ناتو رو به این مسئله مجبور بکنه و نگاه کنه که باید با مردم بود. امروز زمان با مردم بودن هستش، همونطوری که ما داریم میبینیم که پارلمان انگلستان هم یکی پس از دیگری نسبت به این مسئله و نسبت به این حرکت دارن همگام میشه. مهسا امینی. حالا حدود 8 هفته شده که تعداد فزاینده ای از مردم ایران برای او و دیگران به خیابانها سرازیر میشوند. بسیاری از زنان و دختران دیگر موهایشان را نمی پوشانند و حجابشان را بر می دارند. اما مدتی است که دیگر فقط مسئله نوع پوشش نیست. دانش آموزان، دانشجویان، مادران، پدران، پدربزرگها و مادربزرگها همگی در خیابان برای آزادی بیشتر و عدالت مبارزه می کنند. برای آزادی و عدالت در کشورشان ایران. اینجا در کشور ما نمی توانیم تصور کنیم که این کار چقدر شجاعت می طلبد. تا حالا بیش از 300 نفر کشته شدند، 10 نفر با مجازات مرگ مواجهند و بیش از 14,000 نفر بازداشت شدند. آنهایی که در ایران علیه ظلم تظاهرات می کنند، زندگی خود و عزیزانشان را به خطر می اندازند و با مجازات شکنجه و 10 سال زندان مواجهند. در آلمان صدها هزار شهروند ایرانی تبار نگران خیشاوندانشان هستند و از رفتار رژیم ملاها با تظاهر کنندگان وحشت زده و منزجرند. من هم از تصاویری که هر روزه به دستمان میرسد شوکه شدم. مشخص است که تنها خود دولت ایران مسئول این موج خشونت است. یادآوری میکنم که ایران عضو سازمان ملل است. ایران متعهد شده که پاسدار حقوق بشر باشد و آن را رعایت کند. ما با این معیار عملکرد رهبران ایران را میسنجیم. من در ماه سپتامبر هم در سازمان ملل گفتم وقتی حقوق بشر زیر پا گذاشته می شود باید توجه کنیم و وارد عمل شویم. این همان اقدامی است که گفتم. به آنچه در خیابانها، سالن‌های دانشگاه‌ها، دادگاه‌های تهران، سنندج، اصفهان و شیراز رخ می‌دهد توجه می‌کنیم و شاهدش هستیم. ما شاهد مبارزه برای آزادی و عدالت هستیم. ما شاهدیم که چطور پهپادهای ایران به شهرهای اوکراین حمله می کنند و مردم را می کشند. هیچ یک از اینها اصلا قابل پذیرش نیست. ما خواهان توقف فوری خشونتها، آزادی زندانیان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشتی هستیم. اما در مقابله با این بیرحمی و زیر پا گذاشته شدن زندگی انسانها، فقط حرف کفایت نمی کند. به همین دلیل دست به اقدام می زنیم. اتحادیه اروپا قبلا هم یک رشته تحریم علیه ایران اعمال کرده. تمرکز اصلی این تحریم ها بر تمامی افرادی است که مسئول و عامل این خشونت ها علیه مردم خودشان هستند. در این هفته تحریم های بیشتری به تحریم های قبلی اضافه می شود. ما می خواهیم اعمال فشار بر سپاه پاسداران و رهبری سیاسی ایران را افزایش و ادامه دهیم. ما از تلاش ها برای جمع آوری شواهد در این زمینه حمایت می کنیم تا عدالت در مورد عاملان خشونت ها اجرا شود. ما خواهان تشکیل جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم. تمرکز این جلسه باید تحقیق در مورد جنایات رژیم ایران باشد. گفته شده که وزیر خارجه ایران آلمان را در مورد عواقب این موضع و اقدامات ما تهدید کرده. من فقط می توانم این را به رهبران تهران بگویم. چه دولتی هستید که به شهروندان خود شلیک می کنید؟ کسانی که چنین می کنند باید انتظار واکنش ما را داشته باشند. پیام من به تظاهر کنندگان و شهروندان ایرانی تبار آلمان این است. ما به پای هر آنچه شما مطالبه می کنید ایستاده ایم، برای حقوق بشر و حقوق زنان. ما شانه به شانه مردم ایران ایستاده ایم.
از اون طرف در اروپا دیدیم که چند خانم ایرانی برای مسئله حقوق بشر در ایران ملاقات کردن با ایمانوئل مکرون. بله. بعد خب ملاقات خوبی بود. بعد خودش در یک مصاحبه اعلام کرد که انقلاب ایران شروع شده. چراغ سبز رو ایشون در صحبتاش گفت که انقلاب نوین ایران از طریق مردم شروع شده. خب اینم خیلی خوبه. ببینم این آقای مکرون واقعا خودش چجوریه. هیچی ازش معلوم نیست. آره. چه آقای کدوم طرفی هست. آره برای که یه عکس داره با رئیسی. آره. با رئیس جمهور ایران. بعد زیرش با 5 تا خانم از جمله خانم مسیح علی نژاد و چند خانم دختر خانم های خیلی تحصیل کرده با اینا ملاقات کرده صحبت کردن و بعد میبینیم که یه دفعه میاد این حرف میزنه. ولی خب خوبه این حرفا عالیه. بله. عالیه. ولی وقت ما چیکار کنیم با این آقای علی اکبر رائفی که میدونید در این سخنش میگه شما فکر میکنید ما احمقیم؟ سپاه پاسداران میاد موشکا رو بذاره بره روز فروپاشی، همونی که همیشه سخنگوی مردم معمولیه، ما موشکا رو میریزیم رو خونه های مردم بعد میریم. آره ببین آقای رائفی پور همیشه ایشون کارشناس همه چیز بوده. در مسائل پوسیده همینه دیگه. در طول سالها درباره مسائل مختلف صحبت کرده. این داستان این مسئله است که همون قصه قدیمیه که هر کدومش رو بگی میگن که گشتگی نکشیدی که عاشقی از یادت بره. اینم همین حالته. زمانی که دنیا شما رو نمیخواد، شما نگاه کنید ثروتمندترین آدم دنیا باشید، بیایم هم دیگه کوچیکش کنیم. یه مسئله که داریم آخرش میشه شب درازه. آره. اونم هست. قلندر بیدار. بله. نه یه سو دیگه بود. آره. ولی اینو بهش نگاه کنید که وقتی بیایم این مسئله رو به دنیا رو کوچیکترش کنیم، بهش نگاه کنیم به مثلا ثروتمندترین آدم هایی که در آمریکا به سر زندگی میکنن یا صاحبای تیم های مختلف ورزشی هستن، حالا بسکتبال یا فوتبال. بله. وقتی چند تا صاحب دیگه تصمیم میگیرن که شما نمیتونی تو این گروه باشی و بهتره تیمتو بفروشی، شما مجبور میشی با بیلیون ها یا میلیارد ها دلار اون تیم رها کنی بری. که همیشه یادتون باشه وقتی جهان نگرشش به شما یه جور دیگه میشه و درهاشو به شما میبنده، رفته رفته شما مجبور میشی. بله. حالا درسته که ایران یک روسیه رو داره، ایران چین رو داره، این مشخصه که این دوتا رو داره، اما تا چه اندازه داره و تا چه اندازه میتونه مراوده های خودش رو با کشورهای دیگه از بین بره و همچنان ادامه بده به کارش. آقای رائفی پور اون بخش رو نگاه نمی کنه. سیاست یک شکل دیگری به خودش داره که با سخنرانی و با صحبت کردن و با لاف خیلی فاصله داره. بله. خب حالا با این سخنان بیهوده که آقای رائفی پور میزنه همیشه که همون برمیگردن به مغزهای پوسیده، برگردیم به امریکا، یه تنوع ایجاد بشه و اونم مسئله سیاسی امریکاست و بالاخره انتخابات اصلی که منتظرش بودیم تقریبا به نتیجه رسید بعد از چند روز بعد از انتخابات، و اینا دو مجلس امریکاست. دو مجلس امریکا. مجلس نمایندگان امریکا تقسیم شد و مجلس سنا به دموکرات ها و ریپابلیکن ها. ریپابلیکن ها کنترل چی در دست گرفتن؟ مجلس نمایندگانه که 435 نماینده داره، تقریبا اونا دارن میرسن به 218 نماینده ریپابلیک و یه ذره بالاتر، و این طرف هم 50-50 هم تازه اینا بشن، یعنی اگر جورجیا رو ریپابلیکن ها ببرن میشن 50-50، الان 49-50، ولی 50-50 هم به نفع دموکرات ها خواهد بود، برای اینکه یه نفر اونجا هست رئیس سناست، رئیس سنا معاون رئیس جمهوره، معاون رئیس جمهور دموکرات. پس میشه سنا میره به طرف دموکرات ها و این پیروزی بزرگی برای بایدن هست. پیروزی بزرگیه برای انتخابات آینده. و دونالد ترامپ هم در عرصه دخترش چند روز پیش در مارالاگو اعلام کرد که من برمیگردم. اعلام رسمی نه، در عروسی گفت به احتمال زیاد نشانه هایی داد که من برمیگردم برای انتخابات، ولی دموکرات ها مشخص نیست چه اتفاقی میفته. آقای بایدن به نظر نمیاد آمادگی 4 سال آینده رو داشته باشه. 2 سال آینده رو انشالله باشن. آره. ما ازشون بهره ببریم. برای 2 سال آینده، 4 سال بعدش حالا باشه. حالا ما منتظر
شهردار لس آنجلس خودمون هستیم. بله. ببینیم اگه شما توی گلندلین میگه اه چرا ما رأی ندادیم، این شهردار مال شما نیسته، شما شهردار خودتون رو دارید. این شهردار لس آنجلس، برای همینه که شما رأی به شهردار لس آنجلس نمیدید. خیلی از شهرهای دور اطراف لس آنجلس به لس آنجلس رأی نمیدن. لس آنجلس خودش لس آنجلس شهردار بزرگ خود، شهر بزرگ خودشه داره. و این انتخابات امریکا، ولی هنوز اون انتخابات بزرگ جورجیا هنوز مونده. و چاره به اینجاست که واقعا مردم امریکا به خیلی مسائل به طور باز و امروزی نگاه میکنن. چند خانوم لزبیان و از دیگراندیشان دیگر برنده شدن در انتخابات. بله، بله. خیلی این به نظر من یک موقعیت عالیه که مردم درست دارن فکر میکنن. به رنگ و پوست و مذهب و زندگی خود شما نگاه نمی کنم، به کارتون نگاه میکنم. کاملا همینطور. واقعا کاملا همینطور. این نگرش بسیار درستیه، بسیار خوبیه. یادمون باشه البته هر کشوری، هر ملیتی فرهنگ خودش رو داره و این فرهنگی شاید نیستش که امروز در ایران ما بتونه تمرین بشه. حسین جان، هر ما نمیتونیم هر چیزی که در آمریکا میبینیم یا در انگلستان میبینیم در ایران بخوایم اونو پیادهش کنیم. و از یه طرف دیگه من یه تقاضایی دارم از دوستان و همکاران عزیز، حالا میشه اسمشون گذاشت همکاران، میشه گذاشت هنرمندان، هر کسی، نسخه پیچی برای مردم به خصوص مردم داخل کشور نکنید. نسخه نپیچید. من چند روز پیش و حتی برای کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کنن، چون به ماها در داخل کشور نگرش دیگری دارم، چند روز پیش من حرفایی رو دیدم در یک شوی که مکس امینی اجرا کرده بود. بله دیدم. کم و اون بخشش رو من نگاه کردم و بعد چی بود نظرتون؟ بسیار مخالف، بسیار مخالفم. توضیح بدین چی بود؟ کل ماجرا در چه موردی صحبت می‌کرد؟ کل ماجرا چی صحبت کنید؟ نه من زیاد نگاه نکردم. آقا ببین، درباره اینکه در واقع نسخه میپیچه. در واقع مردم میگه چیکار باید بکنید. میگه به کار هم دیگه کار نداره. هر کی هر کاری میخواد انجام بده. انجام بده. صبح برین تظاهراتتون، شب برین حالتون رو بکنید. بله. میتونید بکنید، چیزی نداره. این فرهنگ ایرانی نیست. یکی نوشته بود، حرفش هم درست بود. خب ببینم مادر و خواهر و برادر شما رو اگر خدای نکرده همین حتم نوشته بود، خدای نکرده بکشن، آیا شما همین حرفو میتونی بزنی؟ نه، نمیتونی. There are so many people in our culture that use shame to get attention from someone else, to pretend they care more than someone else. Enough. We don't need that energy. We don't need that energy. Stop shaming one another. Stop telling people what to do. Yeah? Stop telling each other how much you should care and what you should post and what you should. Let everybody do what they want to do. Yeah? If you want to encourage people, you encourage them with giving them love and respect. With love and respect, you get people to do things, not with shaming them. You know how many messages I'm getting from other entertainers? Every entertainer, singers, actors, Iranians have been contacting me. I've been talking to every single one. And they're all hurt because Iranians been pushing and pushing and talking shit and forcing them to cancel their shows. And let me tell you something, it's fascinating to me. This regime is the regime that's been telling us what to do, what to wear, what not to do, what, you know, how to cover your hair, what kind of clothes to put on, how to live your life. Now, that culture needs to get out of our bloodstream. We don't need people to tell us what to do. What we're losing is having a platform to get together. Yeah? This means more for us to have this community together, to laugh, to cry, to learn from one another. When Black Lives Matter was happening, every rapper, every singer, every dancer, they doubled and tripled their shows. They never stopped. It's only our culture. We like to sit and pretend and cry. What the fuck are we doing? This mentality of sitting and crying azadari is from this fucking regime. Hey, go out there, do what you have to do, make your post, call your politicians, and then go and fucking dance at night. Yeah? من با ایران صحبت میکردم با مشکلات زیادی که دارن، برای صحبت کردم با واتس اپ. نه واتس اپ، واتس اپ. بله.
بعد به من میگفتن که مردم، گفتم نظر مردم چطوری؟ گفتن اولا تو خیابون شما میرین 80% فعلا میبینی که روسری ندارن. البته اینا هم یه آروم گرفتن تا یه ذره همیشه از آسیا بیفته پدر همه رو در میارن. دوستاتون بالا شهر هستن. خب بگو. خب همیشه هم همینطوری بوده دیگه. بعد ولی امیدوارم از آسیاب نیفته این اتفاقات. بعد میگفتش که مردم در ایران نظرشون به امریکا و جاهای دیگه ایرانیان انقدر خوشحال میشن این تظاهرات بزرگ میبینن، ولی نگران و افسرده میشن از کنسرت هایی که ایجاد میشه اجرا میشه. از کنسرت ها مردم خوششون نمیاد وقتی میبینن مثلا در اروپا امریکا جایی کنسرت هست. البته ما چند تا هنرمند متشخص داریم. چرا؟ نه قبول ندارم. قبول نداری؟ نه اصلا قبول ندارم. یا برای همه باید اوکی باشه. ما هنرمند نه نمیگم اونا برن کنسرت بذارن. آره دیدم یکی از خواننده ها گفت خب ببینید من تصمیم میگرفتم که کنسرت هامو دیگه یه مقدار آهنگ های آروم تر تم آروم تر اجرا میکنم. یا مثلا یارو آهنگ عاشقانه میکنه عکس مهسا امینی پشت سرش، این دیگه کلا شرعیه به زبان راحت بد بهش گفت. اینا نمیتونی قبول کنی. یا آقا میتونید کنسرت بزنید کنسرت بذارید. بله. یا میخوام کنسرت من دیدم یکی دیگه از این سایت ها اومده داره برنامه های لاس وگاس خودش رو تبدیل میکنه. این غم انگیزه، این نگرش غم انگیزه. این همون کاری هست که دولت امروز ایران بهش نگاه میکنه میگه نگاه کنید این آدم ها هستن. این همونی هستش که شاید ما شوخی کردیم یا به کمدی نگاه کردیم که خانم زینب سلیمانی اومد و حالا بعد از اینکه میخوان لخ بشین نمیدن چیکار بخواه بخواه بهش نگاه کرد. این همون حرفه، این همون کاره، این همون کاره که شما بخواهید جوونا بلند شه برن تو لاس وگاس بخواهن تو دیسکوهای تو پارتی ها شرکت کنن. بله اون خانم هم که خوشحالم که خانم زینب آخر فیلم گفتین. آره پسند برانداز. آره آخر فیلم گفتین. ولی یاد بشه زمانی که همچین تصویرهای دیده میشه این تصویرها نظام رو خوشحال میکنه. واقعیت خوشحال یا باید واقع بینانه باشه. من هیچ به هیچ شخصیتی هیچ وقت توهین نمی کنم. مثلا الان توماچ الان کنسرت بذاره چی؟ توماچ کنسرت بذاره. توماچ اول بذارید دعا کنیم که بیاد بیرون اول از همه. اول از همه دعا کنیم بیاد بیرون. بعدم ببینید سیاست بگم. نیازی به کنسرت نیست. نیازی به این نیستش که شما به لباس شبتون رو بوشید کل چهوار آره نه اونا رو آره بلنشید به توی سالان برای هنرمنده برم برید اون پشت سالان ببینید تحصیل گذار هستن هنرمندان. دوتا کروازیه و دوتا شاد کروازیه کنیاک چه لحجه ای بود؟ چه لحجه ای بود؟ کروازیه بهش بگن تو ایران دیگه. آره یا هنسی بگیرید بعد میدون خب من که مشروب نمیخورم. اوه مشروب الکلی داری میگی؟ من چون نمیدونم اینجا آره میدونم تو نمیدونی ولی خب من که مشروب نمیخورم خب اقلا اسپاش برم کرده. آره ولی بگید دوتا شاتر بس ویسکی بگیرید اینا بعدم بیاید شاتر رو بگیرید دستور که خانم که نشسته بهش بگونم بدید. این کلا شرعی قربونش بگم این مسخره کردن خودمونه و از یه طرف یه خندیدن مردم داخل کشور به ماست. بله اونو من دارم گفتم این پیام از ایران داره وقتی میاد میگن که واقعا میگی اینو واقعا میگم که میگن ما مردم از کنسرت ها راضی نیستن در خارج کشور کنسرت باشه. نه فقط اگه کنسرت سالن خالی بود مردم دیگری میبینن که با اون لباس ها و اینا میرن. مشخصه ما بیشترین مسئله بازم به تو میگم مردم هستن. مردمی هستن که میرن بلیط میخرن. مردمی هستن که خودشون با خودشون نه خب ما میریم اونجا شعار هم میدیم آقا ولمون کنید می‌خواستی شعار بدید می‌رفتید ولی عریضه جان 40 ساله داری این کار انجام میده 1000 تا کنسرت گذاشتی. هنرمنده ها با صحبتاشون با آوازاشون تاثیرگذار هستن نه تو دنیا. کنسرت ما هنرمندی نداریم که بتونه 200 کنسرت ما اویتا نداریم. ما اویتا نداریم اینو باید قبول بش بکنید. آقا چرا قبول نمیخواید بکنید؟ مهسا امینی شد اویتا پرون. نه اویتا یعنی که بتونه میکروفون بگیره دستش بره بالا. اویتا پرون نمیگی؟ چرا اویتا پرون رو میگم؟ مهسا امینی اسم قویه، خیلی اسم قویه. و این نه اینکه ما به عنوان بک‌گراند ازش استفاده کنیم شعر عاشقانه باش بخونیم. یه جایی یادی بکنیم از نیلوفر حامدی مثل همیشه هر دفعه از حسین رونقی. بله. یادی بکنیم که در بیمارستان مادرش رفتاری دیدن نیستش برش کردن مقدم حالا بود در بیمارستان متاسفانه بهشون طوری که باید برسن نرسیدن. ببینید این رژیمی که خودشو قدرت منطقه میدونه
از خواننده میترسه، از نویسنده میترسه، از بلاگر میترسه، از جوانا میترسه، از دانشجو میترسه، از هر کی بگی میترسه. من نمیفهمم. من نظرم این هست که من کامنت ها رو، البته خیلی از کامنت هایی که برای مکس امینی نوشته بودن رو خوندم. و خب یه مقدار توهین بودش که حالا اونا رو پاک کرده خودش یا حالا کسی. توهین نیازی نداره، فقط خیلی خوبه که نظرتون رو به اون شکل بدید و یک هر شخصی کاری داره. یک کمدین نمیتونه اگه اینو صحنه باشه، اگه به طریق کمدی میگفت بهتر بود. نه بخیر، الان زمان کمدی نیست. تو برنامه‌اش بود، یکی گفت من یه دوست آمریکایی برده بودم، ایشو 15 بار یورو برده بودم اونجا با خودم، مادرم هم برده بودم، مادرم مثلا سنی داشته 15 بار میگفتش آقا سبزی پلو ماهی مردم بگن اونو. آره اونو شنیدم. آقا قربون شکلت برم، شما این چه ترویجیه، این چه چیزیه؟ بعد آمریکایی‌ها میگفتن ولی نمی‌دونن چی دارن میگن. همون کلمه رو تکرار میکنم. این چه چیزی داره؟ این چه جذابیه؟ این چه شعور و فرهنگی از ما نشون میده؟ این چه فرهنگی از ما نشون میده؟ این که همون فرهنگیه که ما بازقرش کردیم، گفتیم ترامپیسته. خود ایشون مخالف ترامپیستا بود که این فوشا رو دادن توی وایت هاوس رفتنشون. این که از ترامپیست بدتره این فوشا. چه دلیلی داره؟ چرا این که خودشو شماهایی که خودتون رو آرتیست های دموکرات میدونید، این که از ترامپیست بدتره که شما برمیدارید یه همچه حرفایی رو اونجا میزنید. خجالت آوره. این بیشعوری و بیسوادی انسان رو درست باید میکنید که زمانی به فوش میرسی شما که نمیتونی حرف درست بزنی. حرف درست زدن شما از یک شخصیت سیاسی، از یک شخصیت اجتماعی هیچ وقت نمیشنوی همچه حرفایی رو بزنی. اتفاقا داریم میگین که در مورد همین انتخابات صحبت میکردیم و شخصی که میاد بالا صحبت میکنه، ببینین در پنسیلوانیا آقای فدرمن بود و آقای دکتر آز بود. بله. خب دکتر آز یه ترک هستنشون. بله. ولی خب ارامنه ایرانی و ارمنستان در کمپین های خودشون خیلی سعی کردن فدرمن رو حمایت بکنن، برای اینکه خب نمیخواستن دکتر آز رو حمایت نکنن. ولی جالبش اینجاست که آقای فدرمن که معاون استان دارن بودن، روزی که شبی که انتخاب شد، معلوم شد انتخاب شد، با لباسی که اومده رو صحنه صحبت میکرد، با یه لباس گرم کن که کلام پشت سرش داره، با یه شورت شلوار کوتاه، مثلا باور نکردنی بود. مثلا سناتور امریکا. من میخوام تذکر که مردمی که به این چیزا توجه نمیکنن، به صحبتای طرف که میاد بیرون صحبت میکنه، ولی کلا خب رسمی بودن یه سناتور مسئله سیاسی خب خیلی مهمه. نمیدونم چطور این اتفاق داره میفته در امریکا. خب نگاه فرق کرده، نگاه ها فرق کرده، مسائل هستش. حالا شما عنوان کردید این مسئله رو، اول اینو بگم که درباره مکس گفتم. خب من سال هاست مکس رو میشناسم. من به نظر من هر کسی باید کار خودشو بکنه. اتفاقا مکس امینی باید تو اون حرکت ماز جبرانی و پیتر د پرشن. بله. و یکی دو نفر دیگه از چیزای رگولر همیشگی تلویزیون تپش بودن. بله. و بارها من باشون مصاحبه کردم. در یک گروه چند نفری که میشستیم و خانم تاج بخش هم که کمدین های بدون مرز بودن همیشه حضور داشتن. از اونجا خیلی باشون نزدیک بودیم. یادتون باشه هم تمام این مسائل، تمام این داستان ها روی این میگذره که آقا هر کسی کار خودشو بکنه. شماها اجازه ندارید، در موقعیتی نیستید که برای مردم نسخه بپیچید. من کار به این ندارم یک کسی میاد عکسش رو نشون میده که آقا مکس امینی با فلان سازمان نمیدونم فلان یه همکاری داشته، نمیدونم با نایاک چیز بوده. من با اینش کار ندارم. من یک مسئله را کار دارم، اون هم این هستش که شما نمیتونید برای مردم این حرفا رو بذارید و مردمی که داخل ایران، بعد ترجمهش هم فارسی بکنید روش بنویسید و مردم داخل ایران ببینن. این آخه ببینید امکان داره من یه جا واسطه باشم، یه نفر میگه میشه عکس بگیرم باهاتون، بعد میگه شما بفرمایید، دلیل نمیشه. حالا من نمیخوام گناهی کسی رو بشورم یا به کسی تهمت بزنم. امکان داره عکس گرفته بشه، خیلی مهم امکان داره جایی باشیم عکس بگیریم، ولی دلیلی نمیشه. من اصلا به اون کار ندارم. بله. نه درسته، درسته چم همونه. درسته همونه. بله. من به مسئله کارم نه. اینو برنامه سوشال میدیا نایاک میشناسم کی هست، نه با نایاک کار دارم، نه همین آقایی که مدیر نایاک بوده رو تو خیابون ببینم میدونم این که دیگه نیستن. حالا الان عمل کی هستش بازم نمیشناسم. نمیدونم. نه نمیشناسم کی هستش.
و کلن هم با اون کار کار ندارم. من چیزی که کار دارم که آقا نسخه برای کسی، برای مردم نسخه نپیچید، نسخه نمیتونید شما بپیچید برای مردم. شماها در موقعیتی، در جایگاهی نیستید که بخواید برای به مردم بگید چیکار بکنید، با عصبانیت هم صحبت کنید، دو طوری هم رفتار کنید که فکر کنید الان چون میکروفون دستتونه هر حرفی دلتون بخواد بزنید. این قشنگ نیستش، این درست نیستش و مردم نسبت به این مسئله واکنششون میدن همونطور که واکنش نشون دادن. از امروز یک کلام به من بگه این کارو بکن اون کارو بکن نکردی دیگه. من تنها جایی که میتونم بگم این کارو بکن اون کارو نکن جلو دوربینه. تنها چیزی دیگه جرأت نمیکنی از من بخواد من نمیتونم بیام تو بزنه دیگه. آقا تو امشب نمی بیرون. آقا ماشین تو دمیده پاک نکن، کافی میارم. نه میخواستم اینو بگی. نه نمیخوام الان عنوان کنم برای اینکه کارهای شما انجام دادید که من تلافی خواهم کرد. اینو شما آماده باشید، شما و گروهتون آماده باشید، من تلافی خواهم کرد. بعدا توضیح میدم که دوستان عزیز. ولی من خواهم میاد علی دایی چی کار کرد در مورد قطر؟ بسیار خشن. حرکتش خشن بود. مطمئنن علی دایی دعوت میشد. مطمئنن علی دایی شخصیت بزرگی برای فیفا، بسیار بزرگی، نه برای فیفا و از اون بزرگتر برای منطقه. و علی دایی وقتی انصراف داد و گفتش که به خاطر مردم ایران خانوادمو دعوت کردم و من به خاطر میخوام در کنار مردم مردم غم دیده و این حرکت هست، این حرکت هست، درسته. این نوع کار هاست که در مکتب کیام همینطور، مکتب کیام همینطور، ایشون هم همینطوره. مهدی مکتب کیام یکی از انسان‌های بسیار خوب و نازنینه. من از سال‌ها باش آشنایی داشتم، میدونم، میشناسمش. اونم یکی از انسان‌های نازنینه. ما اشخاصی که در فوتبال کشورمون داریم انسان‌های نازنینی درشون پیدا میشه. حالا این دو نفر ایران هستن و علی کریمی هم یادی بکنیم که واقعا میدونم میگم اونا دو نفر ایران هستن. علی کریمی خارج از ایران هست، مهدی هم خارج از ایرانه. بله بله. علی فعلا دایی فقط تو ایرانه. فکر کنم کی مهدی از ایران خارج شد جدیدا؟ من میگم که تو ایران نیست، اون نیست، خبر دارم. نه بله. فولادوند هم خیلی چیزایی بله. که میگه بله. و مینویسه باور نکردنیه. بله. در حس دم همشون گرم. ولی مگه یحیی گلبهمدی نکردی کارا؟ همین چند خوب هم کریم باقری. بله کریم. ببینم الان شما اون حساسیت و اون شوق داری برای که باور کن نه در مورد بله اصلا نیست. من عشقی که 4 سال پیش داشتم و به روسیه رفتم بله. و واقعا لذت بردم و فریاد زدم اصلا این حس رو ندارم. بله من اصلا همه تو این حس رو همه همه میخوام 5 صبح از خواب بیدار شم این بازی رو ببینم یا نه. من بازی دیگر رو دوست دارم ببینم ولی برای تیم ملی ایران و این سباده هیچ گونه اشتیاقی ندارم. نه به بردشون اهمیت میدم نه به باختشون. مگر یک حرکتی ببینیم از اینها. آها مگه همون روز اول حرکت مردمی رو بعد چاره. آره همون آقای بیرانوند ببینیم چیکار میکنید. شما که هیچ کار نمیکنید قربونتون برم. به یه سری آدم هم زیاد کردیت ندید که فکر میکنید که الان اینا میخوان چه کار بکنن. پیشینه اشخاص رو نگاه کنید و به موقعیتی که میرسن اگر استخوانشون محکم باشه و ریشه های قوی در خاک داشتن خب مسئله فرق میکنه. چندین هزار نفر پیام گذاشتن زیر فیلم های خداحافظی تیم ملی، باید بخونید. بله. ببینید مردم چی نوشتن. ببینید صحبت سر این است که بعد بیرا نگفتن بله. چیزای خیلی خوبی نوشتن. نوشتن 30,000 تا 30 تا 35,000 تا بلیت مسابقات فروخته شده در ایران، در کل دنیا. آها. برای ایران. آها. برای بازی ایران 5,000 تاش از کشورهای خارجیه، متوجه. 10,000 تاش از منطقه است، 20,000 تاش از ایرانه. مثل این که یه همچون کنم ایرانی ها نمیرن اونا که نه اون ایرانی هایی که میرن ایرانی ها عزیز هستن. ایرانی ها عزیز هستن. آره اونها هستن که ژن خوب دارن اکثرشون. آره با ژن های خوب بهشون میرن بیرید داده شده. آره برای همین تو میونه اینها باز هم میشه این توجه رو دید و میشه دید که چه اتفاقی مسلما اونجا یه اتفاقی خواهد افتاد. بله. ایرانیان واقعا میهن دوست در اونجا نشان خواهند داد، مثل در امارات در بازی جام بین قاره‌ای روی ساحل. بله.
نشون دادن در خارج استادیوم همون تظاهراتی که مردم در ایران دارن اونجا انجام دادن. بله. و کشور امارات هم اجازه داد اینا این کارو بکنن، ولی تو امارات قدغن اینو تظاهرات. بله. بیرون. بله. و اونا اجازه دادن. بله. حالا ببینیم در قطر چطور خواهد افتاد. قطر سخت‌تر خواهد بود مطمئناً. اینا هم الان آگاه‌تر هستن، سیستم آگاه‌تر، دولت ایران آگاه‌تر هستش، مواظب بیشتر مراقبت خواهد بود نسبت به این مسئله، ولی مردم مردم هستن. برای همین باید توجه به نشوش که مردم تو این موضوع کم نخواهند آورد. در آخر یه مسئله من بهتون بگم دوستان عزیز، در خبرها بود در چند روز گذشته، سلطان کریپتو، سلطان بیت کوین. بله. کلن دولت امریکا داره روش پرونده باز کرده. بله. پرونده جنایی. بله. باز کرده به خاطر اینکه نزدیک نیم میلیارد، نیم میلیارد دلار ضرر به خودش و بقیه زده. آه. و خودش هم یعنی 500 میلیون دلار. 500 میلیون دلار. بله. 500 میلیون دلار. 400 نه بذارید درست بکنم. 473 میلیارد دلار. میلیارد دلار. میلیارد. بله. میلیارد. 400 آخه آره. نیم میلیارد دلار. 473 میلیارد دلار ضرر و خودش هم برای ورشکستگی اقدام کرده، ولی الان در کجا؟ در یک کشور دیگه است و اونجا دولت امریکا هم روش پرونده باز کرده، برای که نه خودش تنها پول خودش از دست داده، پول مردم هم از دست دادن، و این ضربه بزرگی به اقتصاد مردم و امریکا. به همین دلیل دوستان عزیز گول این نوع پولهای دیجیتالی رو نخورید. دستگیر شده در نوعی کشور دیگه است. شاید مثلا بگین در باهاماس، ببخشید. آه. الان تو باهاماس هستش، ولی دولت امریکا دنبالش هست، مثلا جنایی که بر علیش اقدام کردن. و گول برنامه های این بیت کوین نخورین. یادتون باشه اونا که 50000 دلار خریدن رفت به 60000 دلار خوشحال شدن، الان زیر 20000 دلار هستن. بله. نکنید. خیلی پولاشون هم دست. یا به قول قزوینی ها نکنید. یه مسئله دیگه هم عنوان کنم، اینو توقع دوستان هستش. اینو من دوست دارم بگم به خاطر اینکه من دفترم که در گلندل، دفتر ما در گلندل. بله، ما الان تو گلندل کردیم. بله. و عاشق این شهر هستم. واقعا وقتی میرم بیرون، وقتی میرم تو رستوران ها، میرم فروشگاه مواد غذایی. آه. چقدر محبت. آنی گروسری مثلا. چه بیلدینگ و چه مغازه. ببینید ما در گلندل، من خودم شخصی ده ها صد تا دوست نزدیک دارم. واقعا همینطوره. ما سوالمون از دوستان ارامنمون این هستش که چرا در این همایش ها حضور ارامنه ایرانی یا ایرانیان ارامنه کم رنگه؟ آخه من یه تحقیق کردم دیدم که ارامنه ایرانی واقعا با چه شور و هیجانی ایرانیان. چی گفتم؟ ارامنه ایرانی. خوبه دیگه، اونم خوبه. نه، ایرانیان ارامنه. بله. ایرانیان ارامنه چقدر با مسائل مالی و شور و هیجان و دلسوزی وقتی که ارمنستان و آذربایجان جنگ کوچکی با هم داشتن شرکت کردن. بله. واقعا تظاهرات بزرگ، پول جمع کردن، بچه‌هاشون رفتن در ارتش اونجا جنگیدن. بله. ولی خب همینطوری الان دارین میگین دیگه، نمیدونم واقعا یه خورده نسبت به این مسئله. من با چند تا دوستان ارمنی هم که خب زیاد دوست ارمنی دارم. بله. صحبت کردم، همین رو گفتم آقا چطور ما بیرو باید باشه این مسئله رو که شما ایرانی هستید غیر از این. بله. گفتن نه. گفتم خب شما چرا حضور ندارید؟ گفت راست بگی، حق داری. برای خورشید پس از شبای طولانی باز میشه این در، صبح میشه این شب، صبر داشته باش. من امیدوار هستم که هموطنان ارامنه خودمون رو در این حرکت ها بیشتر دیده بشه. امیدوارم. بله. و در حضور بیشتر و پررنگتری تاثیرگذار هستی. تاثیرگذار هستی. ببینید شهر رو شما چگونه ساختید. واقعا این گلندل رو واقعا شما دوست نزید. اگر تا حالا به گلندل نیومدین یک عصری وقت بذارین، چندین ساعت وقت بگذارون اینجا، به رستوران برین، راه برین تو خیابونای واقعا امن و امان این شهر. تمیز با پلیسی که من یه چیز بگشم کنم کنم من آرزو میدید چیستش؟ یکی از این شهردارای گلندل بخواد بره برای شهرداری لس آنجلس
واقعا بهتون میگم بله. چون اینها بسیار کارشون بسیار. شما توی این شهر صدا ازتون در بیاد، هر صدایی پلیس همونجاست میرسه. بله بله. صدا نکن بس. وقت برنامه تموم شدش. تا وقتی دیگر برنامه دیگر. خدا نگهدار.